سلام امیر بردیا جون، سلام. خوبی پسرم؟ بله. شما من ازت سوال بپرسم، برای اینکه محیط اطراف خودمون رو بشناسیم باید چی کار کنیم؟ باید دقیق مشاهده کنیم. باریکلا، آفرین. خب برای اینکه مشاهدات خودمون رو دقیق تر بیان کنیم باید چی کار کنیم؟ یادداشت برداریم. باریکلا، میدونی یادداشت برداری باید چی جوری باشه؟ با دقت دیگه از حس پنجگانمون استفاده کنی. خوب جملاتمون چی باشه؟ کوتاه باشه با؟ خوب خوب درسته؟ مرسی از شما. بله امیر بردیا گفت برای اینکه مشاهدات خودمون رو بتونیم دقیق تر بیان کنیم باید یادداشت برداری کنیم. یادداشت برداری به ما چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که یاد بگیریم که دقیق تر چیزایی رو که مشاهده کردیم بیان کنیم. آفرین، مرسی از شما. آفرین. بله، یادداشت برداری به ما کمک میکنه که چیزهایی که مشاهده کردیم و دقیق‌تر بیان کنیم. آفرین به شما. سپهر جان، دستت میگیری بالا پسرم. آفرین به سپهر. خب سپهر به ما. بله خانوم. سلام. بله شما خوبین؟ پسر گل من، چه چیزهایی هوا رو آلوده میکنه؟ مثل دود کارخونه ها، چون باید کارخونه ها بیرون از شهر باشه، دود اکسوز ماشین های شخصی با چون اگه هوا کسی بشه ما نمیتونیم هوای سالم تنفس کنیم، پس باید از اتوبوس استفاده کنیم. باعث میشه مثلا هوای خوب تنفس نکنه و باعث مریضی ها بشه. بله مهشا جون، وقتی آب رودخانه ها آلوده می شوند برای حیوانات و گیاهان چه اتفاقی می افته؟ اگر این حیوان آب کسی بنوشه مریض میشه، از بین میرن. درسته؟ و ماهی توی رودخانه مریض میشن و میمیرن. بله. وقتی به مسافرت و گردش میریم برای اینکه آب رودخانه ها رو آلوده نکنیم باید چی کار کنیم؟ باید خوب از طبیعت محافظت باید مواظب طبیعت باشیم، آشغال نریزیم. آفرین، باریکلا. حالا شما من یه سوال ازتون بپرسم، اگر آب رودخانه خشک شود برای جانداران اطراف رودخانه چه اتفاقی میفته؟ دیگه حیوانات نمیتونن آب بخورن، دیگه از تشنگی گرمشون میشن و زنده نمیمونن. درسته؟ میمیرن. خب شما به من بگید آبی که مصرف میکنیم از کجا میاد؟ این آبی که ما توی لوله کشی خونمونه از تصفیه خانه. خب چطوری آبو تصفیه میکنن؟ اول از آب رودخانه رو میگیرن، بعدش هم خب اول آب رودخونه رو میبرم توی تصفیه خانه، بعدش هم از چند مرحله این آبا چیز میشن،
عبور بکنن، زندگی میشن و به دست ما برسن. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. مرسی از شما آقایی بله پسرهای خوبم. ما باید در مکتب آب صرفه جویی کنیم، چون آب آشامیدنی، برای اینکه این آب آشامیدنی به دست ما برسه خیلی برای زحمت میکشن. آب پشت سدها جمع میشه، آب برف و بارون، بعد میوارد یک توریایی رد میشه که آشغالها پشت توری میمونه و اون آب وارد دست تصفیه‌خانه میشه. از چند مرحله عبور میکنه، به اون مواد ضد عفونی میزنن و اون آب وقتی تصفیه شد وارد لوله کشی میشه و وارد خانه های ما میشه. پس ما باید در مطلب آب صرفه جویی کنیم. آفرین آرتین، آقای آرتین میشفین. آرتین جان، آرتین هستی تو کلاس؟ بسرم آرتین جون. بریم سراغ آقای آروین. آروین سری دستتونو بگیرید بالا. بچه ها تو کلاس باشید که ازتون میخوام بپرسم، سریع بپرسم ازتون. بله آروین، آروین جون ولی کلا آفرین به پسرم. سلام آروین جان، خوبی پسرم؟ خوب. آروین زمین چند نوع حرکت میکنه میدونی؟ کره زمین یه بار به دور چی میچرخه؟ دور خورشید. یک بارم به دور خودش. آفرین. پس دور رو حرکت میکنه، یک بار به دور خورشید میگرده، یک بار به دور خودش. وقتی به دور خودش میچرخه چی به وجود میاد؟ به دور خودش آفرین، شب و روز به وجود میاد. اگه به دور خورشید بگرده چی به وجود میاد؟ گرما. نه، اگر کره زمین به دور خورشید به چرخه چی رو به وجود میاره؟ ببین گفت اگه کره زمین به دور خودش به چرخه شب و روز رو به وجود میاره. حالا اگه کره زمین به دور خورشید به چرخه چی رو به وجود میاره؟ یادت میاد؟ فصلها، درسته؟ شما میتونی چهار فصل رو نام ببری؟ بهار، تابستان، پاییز، زمستان. آفرین به شما. خب شما به من بگو که آن طرف زمین که رو به خورشید قرار میگیره بهش میگیم چیه؟ روز. اون طرف زمین که خورشید بهش میتابه میشه شب. آفرین. گرمای روز و شب در تمام روز، گرما در تمام روز یکسانه؟ در تمام طول روز گرما یکسانه؟ پس چه موقع گرما بیشتره؟ نور خورشید مستقیم بتابه. بله زود. آفرین، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. باریکالله پسر دونه. بعد هنگام زود بچه ها هوا گرمتره، برای اینکه نور خورشید راست میتابه به زمین. کیاشا؟ کیاشا جان؟ بله کیاشا، آفرین کیاشای عزیز. خب کیاشا جان، نوبت میرسه به شما به این فصل. خب بریم سراغ فصل چهارم. بله ببخشید برکت. دماسنج چیه؟ دماسنج دمای دما رو اندازه میگیره. خب وسیله که دم اندازه گیری سردی و گرمی هوا رو میگن، درسته؟ خب شما به من بگون که اگر دماسنج رو در آب داغ بذارین، مایه رنگین دماسنج براش چه اتفاقی میفته؟ قرمز میادش بالا. اگه در آب یخ، اگه در یخ بذاریم چی؟ مایه رنگین دماسنج میاد پایین. میاد پایین. آفرین. گفته آیا صبح که خورشید طلوع میکنه زمین به طور ناگهانی گرم میشه؟ خیر. نه، پس که خورشید غروب میکنه باز زمین به طور ناگهانی سرد میشه؟ خیر. چرا؟
میدونی علتش چیه؟ زمین آب آرومی میچرخه. آفرینش. بله چون بله چون کره زمین آرامی میچرخه. آفرین. خب شما به من بگید که وقتی که زمین به دور خودش میچرخه چی رو به وجود میاره؟ روز و شب. خب میدونی که در زمین هر چند ساعت یک بار به دور خودش میچرخه؟ هر 24 ساعت یک بار یک روز میشه. بله هر 24 ساعت یک بار زمین به دور خودش میچرخه. ما از نور خورشید چه استفاده هایی میکنیم؟ میتونی بگیم؟ آشپزی درست میکنیم و مثلا باهاش بگیم یا هم ازش استفاده میکنن که رشد کنن. بله آفرین آفرین به شما. خب پس همه به چی نیاز داریم؟ به نور خورشید نیاز داریم. اگر نور خورشید زیاد به کره زمین بتابه چه اتفاقی میفته؟ زمین آتیش میگیره. بله گرما زیاد میشه زمین و هیچ کس نمیتونه در اون زندگی بکنه. آفرین به شما. اگر یک سانت به زمین بود الان زمین آتیش میگرفت. بله اشماری کلا. آفرین به شما. خب شما به من بگو که چه جانورانی هستن که در شب فعالیت میکنن؟ خفاش. خب بله خفاش و جغ درسته. مرسی آفرین به شما. دست شما درد نکنه. ممنونم. بله بچه ها مثل که خوب تمرین کردید چون خوب داری جواب میدی. مهیار مهیار جان مهیار اجازه بدید من مهیار جان دست تو بله مهیار دستش بگیره بالا. خب مهیار جون شما به من مهیار شما به من که در چه شغل های افراد شرط ها هم فعالیت می کنن؟ بیان در چه شغل های افراد در شرط ها هم فعالیت می کنن؟ بولی دیگه رفتگر. آفرین. خب دیگه کار دیگه پلیس ها. خب دیگه پلیس بیمارستان. بله پزشک ها پرستار ها آتش نشان ها. بله آفرین به شما مرسی از شما. خب بهتر پول من به من بگه که اگر ما دو تا سکه رو بذاریم به یکی نور راست بتابه و به دیگری نور مایل بتابه کدوم ها زودتر گرم میشن؟ اونی که بس صاف بهش بتابه. بله نور مستقیم بهش تابیده. دو تا دماسنج داریم. دماسنج ها رو در کجا بذاریم که مایه رنگین دماسنج بالا بیان؟ روی در کدوم قسمت بذاریم که مایه رنگین دماسنج بالا بیان؟ در قسمت گرما بذاریم یا سرما؟ گرما. خب آفرین. شما به من بگو که زمین وقتی به دور خورشید میترخه چی به وجود میاره؟ فصل ها. آفرین. فصل ها رو به ترتیب نام ببر. بهار، تابستون، پاییز، زمستان. مرسی دست شما درد نکنه. آفرین به شما پسر خوب. متشکرم. آقای علی سینا. علی سینا جان. آفرین به پسرهای خوبم که اینقدر قشنگ دارن جواب میدن. باریکلا. باریکلا. سلام. خوبی پسرم. خب علی سینا به من توضیح بده که شما به من بگو اگر نور خورشید به صورت راست بتابه به زمین چی میشه؟ هوای اونجا چی میشه؟ گرم‌تر میشه. اگر مایل بتابه چی میشه؟ سردتر میشه. سردتر میشه. آفرین. در زمستان هوا گرم‌تره یا در تابستان؟
در تابستان هوا گرم‌تره، در زمستان هوا سردتره. چرا در تابستان هوا گرم‌تره؟ چون نور خورشید مستقیم به زمین میتابه، ولی در زمستان مایل میتابه. باریکلا. خب شما به من بگو باد چگونه به وجود میاد؟ با جابجا شدن هوای سرد و گرم باد به وجود. بله آفرین، با جابجا شدن هوای گرم و سرد باد به وجود میاد. خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. متشکرم از شما پسر خوبم. آقای رادین سردراری، رادین جان، رادین. بله مرسی بچه ها که توی کلاس آماده هستی که فوری دستتون میارید. سلام رادین جون، خوبی؟ خوبه. مرسی. باد دارای کیه؟ باد دارایه خب هم جهر هم باد دارای جهت و سرعت. باد دارای جهت و سرعت. جهت وزش باد چگونه هستش؟ از کجا وزش باد سر میره گرم. آفرین، اونجوری باد درست میشه. باری کنا. آفرین. جهت وزش باد همیشه از محل سرد به محل گرم. نام وسیله ای که جهت وزش باد رو نشون میده میدونی چیه؟ بادنما. خب وسیله ای که سرعت وزش باد رو نشون میده چیه؟ فرفره یا بادسنج. باری کلا، فرفره یا بادسنج. مرسی، دست شما هم درد نکنه پسر خوبم. آقای سپندا، سپندا جون، سپندا، باریکلا، باریکلا به سلام، سریعتر، سپندا جون، دست تو میگیریم حالا، سپندا، آفرین به سپندا، سپندا، نمیتونی دست تو بگیریم حالا، کلاس هستی؟ خب، مثل سپندا، نمیتونی. آخه اون موقع صدا کردم و سپنتا خوبی آرتی دوردین هم باز کردم. خب شما به من بگو که باز چگونه به وجود میاد؟ باز شدن هفتگر بشه. آفرین. باز شدید چه نام دارد؟ توفان. خب توفان به ما چه خسارت هایی وارد میکنه؟ خسارت هاش مثلا یکیش خونه ما خراب میکنه، وسایل خب دیگه چی کار میکنه؟ توی دریاها چی کار میکنه؟ کشتیام غرق میکنه. بله آفرین. خب شما میتونی به من بگید ما از باد چه استفاده هایی میکنیم؟ ما از باد مثلا روز خوش شدن لباس همون مثلا یک تولید کردن چراغ برای چی؟ تولید برق، خوش شدن لباس، قایق های بادبانی هم از آباد استفاده میکنن. بله بله این کلابه. بله مرسی، دست شما در نکنه. آفرین به شما پسر خوبم، مرسی از شما. خب بله پسر گلم. آقای سپنتا، سپنتا جان، سپنتا آفرین. خب سپنتا جان سلام خانم سلطی. سلام عزیزم، خوبی بذارم؟ خب سپنتا شما به من بگو، اجازه بده این سفر رو بیارم.
خب شما به من بگو باد چگونه چهره زمین رو تغییر میده؟ میتونی؟ با تکون دادن هوا. با جا جا کردن ذرات گردان و باد، درسته؟ خب وقتی بله. این ذرات خاک و ماسه رو با خودش میبره چه خسارت رو میتونه به ما وارد کنه؟ میتونه همه داره خراب کنه. بله، روی زمین های کشاورزی بیاد و روی جاده ها، روی روستاها ها سبب میشه چی بشه؟ خسارت وارد بشه. خب وقتی که باد بای میسته این خاک ها که روی هم انباشته میشن چی درست میکنن؟ این خاک ها و ماسه ها که روی هم ماسه‌ها تپه درست می‌کنن، آفرین باری کلا. خب میریم سراغ اینجا، آمبولانس چگونه به ما پیامشو میرسونه؟ آمبولانس با آژیزن یا با کردن نور معنی، یا با نورش یا با چی؟ با صداش. حالا اگه یک راننده ناشنوا باشه چگونه متوجه میشه آمبولانس بهش نزدیک شه؟ با چراغ. بله، با نور آژیر چراغ. حالا اگه نابینا باشه چی؟ با آژیر. بله، با اگه نابینا باشه با صدای آژیرش. آفرین، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون پسرم، باریکلا. آقای روحام آریا جان چه سوال داری پسرم؟ آریا جان چه سوالی داری پسرم؟ جونم آریا جون، ببینم که امروز قبلی خوب حتی میتونه با توفان شدید بلیشتر برد تو موتور ماشین رو به کار بندازه. حالا اینجا شما به من بگو از راننده ها هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیه؟ این بهش را بدن چیشم کسی تو خودت داشته باشه که لازم باشه که خوب باشه و یعنی جانتان خودش را عدد میده، یعنی که باید خودش زود میرسه به یه جو تا این که تا بتونه که بقیه برخی بردشون با اونه که حالشون با تو ببردشون به بیمارستان. آفرین. حالا شما به من بگو صدا چگونه تولید میشه؟ صدا براتر نزیدن اشیا یا مانده اینکه از الکترونیکی باشه، اگه الکترونیکی باشه خود صدا درمیاره ما مثل بوغ ماشین. بله، صدا براتر لرزش اجسام هستش. حالا شما به من بگو صدا، انواع صداها رو نام میبری؟ صداهای چی؟ صدا نازک، صدای دیگه، صدای زنگ، صدای سنگ، صدای کلوب، صدای نازک، درسته؟ صدای کلوف یه دونه مثل گاوه، صدای گاوه، صدای نازک هم صدای جوجه است. بله، دست شما درد نکنه، خیلی خوب جواب دادی، آفرین. روحان به من بگه. سلام، خوبی پسرم؟ بله. صدای آزار دهنده صدای دل، صدای گریه کردن بچه، صدای موتور، صدای
آتش آتش کشان نه دیگه صداهای آزار صدای ترن هست مکه زمین آسفالت میزنه صدای موتورسیکلت صدای قطار و هواپیما خب صدای گریه کودک چیه؟ پیام رسونه چون اون کودک غلطی حرف بزنه که گریه میکنه پیامش رو به ما میده درسته؟ درسته تو این تصویر صدای خوش آدن خوبونه درسته صدای خوش آدن خودما صدای خوش آدن بله بمیره خواه خب فکر کنم قطع شدش اشکال نداره بعدن دوباره دوربینش رو باز میکنم آقای ظاهری تاها جان الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن برای گل من شروع کنیم با هم دیگه ادامه دست آقای ظاهری تاها جان تاها خب اجازه بده من بیام اینجا که تاها رو بتونم داشته باشم تاها جان آفرین خب تاها جان شما به من بگو که سلام عزیزم خب شما برای من بگوید که دو تا صدای نازک بگو آفرین شما به این تصویر نگاه کن خب تو این تصویر
اگر مدادها به هم نزدیک باشن چی میشه؟ صدا چی میشه؟ نازک. نازک، باره. اگر مدادها به هم دور باشن صدا چی میشه؟ کلوف. کلوف میشه. بطری آب اگر در داخل بطری خالی فوت بکنیم صدا چیه؟ کلوف. اگر داخل بطری که تا نصف آب باشه فوت بکنیم صدا چی میشه؟ نازک. نازک. مرسی، دست شما درد. آفری پسر خوبم، باری کلا، باری کلا به شما. آقای کیان، کیان جان، کیان، آقای کیان، آفرین. خب کیان جون شما به من بگو. سلام خانم. سلامت بسرم. خوب بسرم. خب شما به من بگو که دو تا صدای پیام رسان به من بگو. پیام رسان صدای نوزاد. بله دیگه. صدای اذان. صدای زنگ تلفن. صدا زنگ ساعت که میخوایم کوک کنیم صبح بلند شیم. باری کلا. آفرین. صدا زنگ تلفن. خب حالا شما به من بگو که دو تا صدای آزار دهنده هم بگو. دو تا صدای آزار. خب دیگه. بوق متروها. باری کلا. بوق قطار. خب شما به من بگو یک صدای خوشایند به من میگی. تیک کردن پرنده، آواز خواندن. باریکلا. آفرین به شما. آفرین، خیلی خوب بود. باریکلا به شما. خب شما میتونی به من بگی که تو این صفحه چی میبینی؟ سرود نقاره امام رضا. امام رضا. خب برای چی بچه ها در حرم امام رضا چه موقع نقاره میزنن؟ میدونی؟ وقتی که اذان میشه. بله. وقتی مریض شفا پیدا میکنه. آفرین. یا موقع غروب میکنه. بله آفرین، خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. البته در حرم امام رضا علیه السلام صدای نقاره موقع طلوع خورشید و غروب خورشید هم بهمون میگه. وقتی میخواد خورشید طلوع کنه صبح زود نقاره میزنن، شب هم موقعی که خورشید غروب میکنن نقاره میزنن. مرسی، دست شما درد نکنه. آفرین پسر خوب. باریکلا. باریکلا به شما. خب بریم سراغ قسمت بعدی بچه با درسمون. آقای رادین قربانیان. رادین جون. رادین. رادین. آفرین. باریکلا به رادین. خب رادین به من بگیم. منتظرم رادین. سلام عزیزم. خوبی؟ خب. مرسی. شما به من بگو پلیس معمولاً در خیابان‌های خلوت به خاطر راننده ها رو پیام بده چیکار میکنه؟ در خیابان خلوت از چی استفاده میکنه؟ از سود و تابلو ایست. درسته، تابلوهای راننده. حالا در خیابان‌های شلوغ از چی استفاده میکنه؟ چراغ راهنمای رانندگی، سوت و ایست. خب شما به من بگو چراغ راهنمای رانندگی چند رنگ داره؟ سه رنگ. رنگاشو میگی؟ قرمز، نارنجی، سبز. خب قرمز یعنی چی؟ قرمز یعنی نباید بری. زرد؟ زرد چند با سرعت سرعتمون رو کم کنیم. سبز یعنی چی؟ سبز یعنی برویم. بله آفرین به شما، متشکرم، مرسی، دست شما درد نکنه. آقای پسر خوب ما روحام مصدق. روحام جون. بله آفرین. خب
روحام شما به من بگو. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی پسرم؟ شما به من بگو که ما اجازه بده اینجوری، چشمه نور چیه؟ یه چیزی که خودش نور باشه. آفرین، چیزی که از خودشون نور داشته باشه. خب شما میتونی به من بگی چند نوع چشمه نور داریم؟ ما دو نوع داریم. آفرین. خب میتونی بگی چشمه نور مصنوعی و چشمه نور مصنوعی و طبیعی؟ آفرین. شما میتونی به من بگی چشمه نور طبیعی چیه؟ چشمه نور طبیعی خورشیده. خب چشمه نور مصنوعی چی؟ چراغ قوه. الان درسته؟ آفرین. و ما چراغ مطالعه. بله. حالا یه سوال دیگه من ازت بپرسم، چرا در روز روشن که لامپ ها روشن نیست ما میتونیم ببینیم همه جا رو؟ خاطر خورشید. آفرین، از نور خورشید استفاده کنیم. مرسی، دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود. آفرین به شما. آقای محمد حسن جان. خب محمد حسن به من بگه. محمد حسن شما به من بگو سایه چگونه تشکیل میشه؟ سایه وقتی که نور از جسم عبور نکنه سایه. وقتی نور به جسم نتابه سایه درست میشه. نور نبری وقتی که جسم نور از بعضی از اجسام عبور میکنن، از بعضی از اجسام عبور نمیکنن. وقتی نور از بعضی از اجسام عبور نکنه پشت سایه درست میشه. درسته؟ آیا همه سایه ها مثل هم؟ نه. خب چطوری هست؟ میتونی بگی؟ مثلا یکی یه عرضت دست بسته. خب مثلا یکی ماشین دست بسته، یه موتور دست بسته. خب آیا تمام سایه های اجسامی که میبینیم مثل هم تیره هستن رنگشون؟ نه. خب شما به من بگو که نور از چه اجسامی عبور میکنه؟ نور آدم. نور از چه اجسامی عبور میکنه؟ آدم و آب و شیشه. آفرین، از آب و شیشه عبور میکنه چون شفاف هستن. درسته؟ خب من بگو چند تا چیزی رو نام ببر که نور از اونا عبور نمی کنه. نور از چی عبور نمی کنه؟ اگه جلوی نور آب؟ نه، عبور نمی کنه. از آب عبور نمی کنه. کتاب. درسته. دیگه چی؟ آدم. خب آدم. دیگه چی؟ دیوار. لیوان، جامدادی، مداد. دیوار. دیوارم عبور نمی کنه. درسته؟ خب آیا در روز آفتابی میدونی سایه خودتو از بین ببری؟ مثلا یه روز آفتابیه بله. چطوری میتونی سایه تو از بین ببری؟ تو خیابون داری میری، باید از بین، باید کجا بری واسی که سایه دیگه نداشته باشی؟ بری پشت چی واسی؟ پشت دیوار، درخت. دستت درد نکنه بزن. آقای پسر خوبم کامرانی، امیرعلی جان. آقای امیرعلی دستتون گیری. با پسرم باریکلا. آفرین که پسرم توی
بچه ها پیام ها به من جواب میدن. بله ما اگه بخواییم تو آیمون از زنده بریم باید پشت دیوار وایسیم، پشت یک درخت وایسیم که نور خورشید بهمون نتابه. امیر علی توی کلاس نیستی؟ امیر علی جون؟ امیر علی؟ خب مثل که امیر علی نتونست برد بشه اشکال من. خب میریم سراغ آقای میرزاده. تاها جان؟ تاها؟ خب آقای تاها میرزاده سلام. نونتو درست کن بسرم. خب بریم سراغ تاها. گفته نگاه کردن به خورشید به مستقیم باعث آسیب دیدن به چشمای ماه؟ بله. خب باید چی کار کنیم وقتی که نور خورشید زیاده؟ از چی استفاده کنیم؟ باید آفتابی بزنیم. آفرین برای نگه آفتابی بزنیم. باریکلا گوه شما به من بگو که آیا برای دیدن فقط لازمه؟ نه برای دیدن نور فقط لازمه دیگه. خب حالا شما در زمانهای قدیم که ساعت نبوده زمان رو تشخیص میدادن؟ با ساعت آفتابی. یه چیزی میذاشتم بالا که خورشید میومد اون بس سایش میافتاد چیز، و وقتی هم سایش میافتاد چیز ساعت همونه. بله از روی سایه که نور خر به جسم میتابیده روز و شب رو میتونستن چی کار کنن؟ تشخیص بدن. بله آفت باریکلا. خانم یه چیز بگم؟ مستقیم به نور خورشید نگاه میکنم عدسم میگیره فقط. بله خب شما یه حشره ببر کرم شب میتونه از خودش نور داشته باشه. کرم شب. کرم شب. آفرین پسر خوبم باریکلا. خیلی خوب داری جواب دیدی پسر جونم. خیلی که من چند تا سوال دیگه هم از شما بپرسم آقای تاها خان. خب شما به من بگو که منبع اصلی گرما و نور زمین از چیه؟ خورشید. خورشید. دو تا وسیله نام ببر که از خودشون نور نداشته باشن. کتاب، دفتر و مداد. دست شما درد نکنه. خیلی خوب بود. آفرین به شما. آقای عطا. عطا جون. عطا. خب سلام عطا جان. خوبی؟ عطا شما به من بگو نام ساعتی رو که زمانهای گذشته زمان رو از روی اون تعیین می‌کردن چی بوده؟ ساعت آفتابی. ساعت آفتابی بوده. باریکلا. خب کدام چراغای ماشینه که وقتی روشن میشه از تصادف دو تا ماشین آفرین چراغ ترمز. باریکلا. کدام دستبرد هستن که در شب برای دیده شدن از لباس شب رنگ استفاده میکنن؟ باریکلا. آفرین. برای ناشنوایان و کسانی که در فاصله های دور هستن در این هشدار دهنده صدا هستش یا نور؟ نور. نور. باریکلا. آفرین. ناشنوایی که در زمانی که در شب از خودش نور داره چیه؟ گرم شبتاب. دست شما درد نکنه. خیلی خوب بود. آفرین به شما. باریکلا. آقای ماهان. ماهان جون. ماهان. آقای ماهان. خب مثل بعضی ها نمیتونن وصف اشکال نداره. از کسرا میپرد. کسرا جون شما به من بگو. کسرا. ماهانم اومد. اب نداره. کسرا باز نمیشه میکروفونه. سلام کسرا جان. خود روها برای حرکت به چی نیاز دارن؟ سوخت. سوخت یعنی چی؟
موادی که می‌سوزن رو از خودشون جمع‌آوری می‌کنن، مثل گاز، گازوئیل، بنزین و نفت. آفرین. دود خودروها برای انسان‌ها چیه؟ چه خطری داره را چیه؟ بله خانم صداتو نمیاد، میشه یه بار دیگه بگی؟ دود خودروها برای انسان‌ها چه ضرری داره؟ باعث بیماری‌های تنفسی میشه. باریکلا. خب وقتی سوپ میسوزن چی تولید میکنن؟ گرما. دست شما درد نکنه، متشکرم، مرسی. ماهان جون شما هم جواب بده سری پسرم. سلام پسرم، خوبی؟ مرسی. خب برای گرم کردن خانه ها و به حرکت درآوردن ماشین ها به چی نیاز داریم؟ به سوخت. آفرین. چند نوع سوخت رو نام ببر؟ آفرین. خب شما به من بگو که در بعضی از کشورها برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق از چی استفاده میکنن؟ از نور و گرمای خورشید. آفرین. توی ایران کشور ما از گرما و نور خورشید برای چه چیزایی استفاده میکنیم؟ لامپ های خورشیدی که تو پارک ها هست، درسته؟ مرسی، دست درد نکنه. یه سوال دیگه بپرسم، کدام یک از این وسایل از انرژی خورشیدی استفاده میشه؟ چراغ قوه یا آبگرم کن؟ نه، از انرژی خورشیدی استفاده نمیشه. چراغ قوه. مرسی، دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود. پسرهای گلم وقتمون تموم شده، انشالله که سلامت باشید، تکلیفاتون انجام بدید، روخانی ها رو خیلی قشنگ انجام بدید، فردا روخانی دارید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارمتون، خدا قوت به همتون، خسته نباشید. اون چند نفری که علوم ازشون هنوز سوال نکردم روز دوشنبه ازشون میپرسم، نگران نباشن. بچه‌ای که هنوز علوم ازشون امروز زمان نداشتین پرسش کنید، روز دوشنبه میپرسید. خدایا رو نگهدارتون، خسته نباشید عزیزا.